نکات اپامی زیاد داره این لیست واقعا مشخص نیست که ساز و کار انتخاب بازیکن ها به چه ترتیبه مثلا به عنوان مثال بازیکنی دعوت شده که اصلا تیم باشگاهی نداره مثل سامان قدوس که مشخص نیست کدوم تیم بازی کرده که آقای قلنوی ایشون رو دیده و به تیم ملی دعوتش کرده همین موضوع در مورد علیرضا جهانبخش هم صدق میکنه او هم بازی نکرده و مشخص نیست که به چه علت در این فهرست حضور داره از طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم که مثلا به عنوان یک دروازبان آرشا شکوری انتخاب شده در حالی که واقعا دروازبان های شایسته بسیار زیادی توی لیگ برتر هستند اونا دارن زحمت میکشن که به تیم ملی حداقل نزدیک بشن ولی کاملا نادیده گرفته میشن و آرشا شکوری حالا من نمیدونم به چه دلیلی به اینکه سنش پایینه شاید میخوان میانگین سن تیمو بیارم پایین چون 17 سالش بیشتر نیست و اینکه شاید به خاطر اینکه پدرش فوتبالیست بوده حالا من واقعا پشت این داستان چیه دعوت بشه به تیم ملی در حالی که همونطور که گفتم دروازه های دیگه پشت خط میمونند نگاه میکنیم میبینیم که در بعضی از پست ها مثلا مدافع راست رامین رضاییان واقعا در شرایط خوبی به سر میبره و یکی از ستون اصلی تیم استقلال بوده توی این سه هفته اول اما میبینیم که دعوت نمیشه و مشخصی که دیگه دعوت هم نخواهد شد اون شرایطی که توی ماه گذشتم دیدیم در قبلی امیر قلقه می بینیم که نظر دیگه روش نیست اما خب اگر موضوع سنی ببینیم که شجاع خلیل زاده دعوت میشه به تیم ملی حالا به هر دلیلی هست این دو تا تقریبا تو یه رنج سنی هستن بنابراین ساز و کار مشخصی رو ما احساس نمی کنیم و خب بعضی بازیکن سرخورده میشن اینه که هر چقدر تلاش میکنن رای نیست که به تیم ملی نزدیک بشن حالا همیشه من سوال آره دقیقاً زمیلیست. انتخاب بازیکن خیلی مهمه ولی اون چیزی که مهمتره هماهنگی اونها و اون بازی که ارائه میکنن امیدواریم که توی بازی با قرقیزستان که 15 شهریور شهری بر ماه قرار بر برگزار بشه همینطور بازی بعدی روز بیستم با امارات یه بازی خوب ببینیم واسه در مورد رقبا هم بیشتر توضیح بده رقبایی که ایران داره کلا این یه توضیح کلی بدم چرا هشت تیم این دفعه تو جام جهانی هستن از همیشه بیشتر دیگه یعنی تعداد عوض شد در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک برگزار میشه از کنفدراسیون فوتبال آسیا هشتیم به طور مستقیم میرن جام جهانی یعنی نرفتن به جام جهانی خیلی سخت دیگه آره بعد ما مرحله اول پشت سرگ باشیم زیاد متقاعد کننده نبودیم بازی با اوزبکستان خاطرمون هست دو تا مساوی کردیم رفت و برگش با ازبکستان و به شکل با عنوان تیم صدر نشین با چهار برد و دو تا مساوی رفتیم به دور بعدی الان 18 تیم تقسیم شدن توی سه تا گروه 6 تیمی از هر گروه دو تیم به طور مستقیم صعود میکنند و فکر کنم راهمون زیاد سخت نیست یعنی رقبایی که ما داریم هم زیاد آنچنان مهم اونجوری تیم قدرتمند نیستم تقریبا گروه نسبتا آسونی هست و اگر حتی ما دو تیم اول نشیم بریم مرحله بعدی اگر سوم هم بشیم دوباره دو تا گروه سه تیمی هست یعنی اون تیمایی که میرن مرحله بعدی مرحله چهارم اونجا هر تیمی تو گروش اول بشه بازم میره جام جهانی بازم اگر این اتفاق نیفتاد اون دو, دو تیم بعدی میرن پلی آف یعنی خیلی سخت نه رفتن به جام جهانی <applause> <مو بارم> که <applause> بعد با منتظر باشیم هم برای اول برن جام جهانی خیلی همه راحت باشه <applause>